من قراردادم رو با پرشین مایگرنت آذر 98 یا اواخر آبان 98 شروع کردم. طول زیادی نکشید که مدارکم رو آماده کردم و چیزی که خیلی پرشین مایگرنت به من کمک کرد دو تا مسئله بود. این که کمک بزرگی بود که انتخاب کنم، چون من لیسانس و فوق لیسانسم دو تا رشته کاملا متفاوته، با هر دوتاش سابقه کار داشتم و پرشین مایگرنت به من کمک کرد که بتونم انتخاب کنم که با کدومش در واقع اپلای کنم و برای مهاجرتم اقدام کنم. و نکته دیگه ای که خیلی باز توی این مرحله به کمک من آمد و خیلی بهم کمک کرد این بود که توی جمع و جور کردن مدارک خیلی سریع و بدون مشکل پیش رفتم. یعنی راهنمایی ها خیلی واضح، خیلی مشخص بود. مدارکم رو فکر کنم یکی دو ماه طول کشید تا مدارکم رو آماده کردم و سابمیت کردم. تقریبا 3 یا 4 ماه طول کشید که در واقع پاسخ اسسمنتم آمد. حالا یعنی توی همون زمانی که باید می آمد بیشتر طول نکشید، خیلی خوب پیش رفت. مدیکر که خیلی راحت بود، یک فرم به من دادن که اون فرم رو باید پر می‌کردم، کاغذی بود فرم و بعد برای اسکن می‌کردم، براشون ایمیل می‌کردم. تقریبا فکر می‌کنم اگه درست یادم باشه فرم 14 صفحه‌ای بود که کار سختی نبود. با گوشی من اسکن کردم و یه دونه از این نرم افزارهای اسکنر روی گوشی نصب کردم، با همون اسکن کردم، براشون ایمیل کردم. خیلی هم به موقع اومد، یعنی خاطرم نیست که چقدر طول کشید ولی سر موقع خودش اومد. درسته. ولی واقعا چند تا سایت دارن، یکیش flatmate.com هست، یکیش فلت فایندر یا یه همچین چیزیه، فلت میت فایندره، یکی دیگهش realestate.com هست. سه تا سایت هست و کافیه که شما اطلاعاتتون رو بذارین توی اون سایت ها، هم این که کسایی که دنبال مستأجر میگردن به شما پیام میدن و هم این که در واقع خودتون میتونید به خونه هایی که میبینید شرایطش با شما جوره پیام بدین. من 3 تا آپشن داشتم که خیلی نزدیک باشه به محل کارم، چون هنوز ماشین نداشتم اون موقع. برام مهم بود که این رفت آمده سخت نشه و نخوام مثلا مدت طولانی تو راه باشم. هر 3 تا آپشن اوکی بود، یعنی وقتی رفتم خونه هارم دیدم باز مثلا چیزی که بگم وای نه این خیلی بد بود یا وای اصلا نمیتونستم تحملش کنم، یا هم صابخونه ها خیلی اوکی بودن. حالا شاید من شانس آوردم بار اول، نمیدونم، میگن شانس تازه کارا، نمیدونم واقعا، ولی هم صابخونه ها خیلی اوکی بودن. هنوز مثلا بعضی وقتا از من میپرسن تو مثلا هنوز این دور و بر هستی، ما مثلا هنوز داریم میگردیم دنبال مستأجر، تو این دور و بر هستی یا اینکه مثلا نه. چیز خاصی اتفاق نیفتاد که بگم مثلا سخت بود. آمدم خونه رو دیدم و همون موقع یه دیپوزیتی به اندازه پول 2 هفته ریختم به حساب صاحبخانه، قراردادو نوشتیم و نه هیچ مشکل خاصی. مبله هم بوده دیگه، درسته؟ فول فرنیش هم اکثرا. بله بله، فول فرنیش بود. من دنبال فول فرنیش میگشتم. زمانی که من ایمیل ایمیگریشن رو دریافت کردم به این نتیجه رسیدم که خب دیگه 3 ماه گذشته و من مجبورم یه کار کژوالی پیدا بکنم و مجبورم که یک جایی خونه بگیرم و برم وارد منطقه رژینال بشم. دیگه نمیتونستم بیشتر از این معطلش کنم. اگه برگردم عقب همون 3 ماه هم معطلش نمی کنم. حالا این برای کسی که ویزای 491 ممکنه داشته باشن. اولین جایی که اینترویو دادم یک شاپ خیلی معمولی، در واقع استور خیلی معمولی بود. به عنوان ریتیل پرسون من اینترویو دادم و قبول کردن. قبلترش البته یکی دوتا اینترویو برای حالا پوزیشنه که خود بالاتر بود ولی بازم کژوال بود داده بودم، اونا رو قبولم نکردن. ولی این یکی خیلی راحت انجام شد بدون اینکه حتی رزومه بهشون بدم. آمدم ببینم چی هست این دور و بر که بعد برم رزومم رو آماده بکنم. قبل از اینکه این کار انجام بدم پوزیشن رو دادن به من. منم فکر کردم که خب اوکی، حالا برای شروع بد نیست. 2 هفته که گذشت به من پیشنهاد دادن که بیا دائمی شو و من گفتم نه، میخوام ادامه تحصیل بدم، الان نمیخوام کار دائمی انجام بدم، فعلا برنامه‌ام این نیست. و من اصلا برنامه‌ام این نیست. نمیتونستم بگم من درسی که خوندم تو این زمینه نیست، چون بعد به من میگفتن که خب اینجا چی کار میکنی.
شایدم نمیگفتن ولی من این کارو نکردم. نهایتا این که دوباره و سه باره به من گفتن و نهایتا من گفتم که خب چه فرق میکنه اگر دائمی بشم، گفتن خب خیالت راحت تره فلان. یه مقداری بهشون این سیگنال رو دادم که من درآمده برام مهمتره تا اینکه خیالم راحت باشه. و توی در واقع پیشنهاد بعدی به من گفتن که خیلی خوب بیا اسیستنت منیجر شو و درآمدت بالاتر باشه. حالا انقدرم بالاتر نیست ولی منظورم از کل این صحبت ها اینه که اینجا به نیروی کار احتیاج دارن، به خصوص برای یک سری رشته ها مثل مثلا رشته های عمران، مثل رشته های مهندسی، مثل آیتی، مثل خیلی رشته هایی که من زیاد واردش نیستم، خب کار نکردم خودم، ولی میبینم که در واقع جاب آفرهای خیلی بالا و خیلی زیادی هست و توی سیستمشون اینجوریه که خود اوزیا، حالا تو کاری که من تجربه شخصی من هست، خود اوزیا خیلی اهل این که خودشون خیلی شدید کار کنن، نمیدونم خیلی مثلا خودشون رو برای کار بکشن، نه اصلا اینجوری نیست. و اگه یه دونه مثلا ریسپانسیبیلیتی اضافه تر بهشون بدی، مثلا به یه بهانه از زیرش در میان، نه این کار رو امروز نباید انجام بدیم، این کار رو باید هفته آینده انجام بدیم، یه جوری میپیچونن از زیرش در میرن. بنابراین آره، بنابراین نیرویی که بیاد حالا پرکار باشه، فعال باشه و فکر کنه، یعنی زمانی که به من پیشنهاد اینو دادن که بیا اسیستنت منیجر شو، این بود که به این دلیل بود که من گفتم تو ایده این که بتونی یه کار جدید انجام بدی رو داری و این میتونه به ما کمک بکنه. و خب همین که مثلا هر از گاهی یه ایده بهشون میدم براشون خوبه، یعنی خوشحالن با این مسئله. حالا اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته تا زمانی که من امتحانامو پاس کنم واقعا نمیدونم، ولی میخوام بهتون بگم نترسین. یعنی برای من خیلی بهتر از چیزی که خودم فکر میکردم پیش رفت، علیرغم اینکه واقعا میترسیدم. و من فکر میکنم که اگه یه ذره آدم ها فوکسشون، تمرکزشون رو بذارن، تلاششون رو بکنن و خودشون رو نشون بدن، من مطمئنم که پوزیشن های کاری خیلی خوبی هم در انتظارشون خواهد بود. جای نگرانی نیست. خیلی عمادی. فکر میکنم ببینید، به محض اینکه من این کار کژوالم رو شروع کردم، مشکل آهسته آهسته حل شد. هنوزم اتفاق میفته بعد از 8 ماه که مثلا میاد بعضیشون و خیلی حالا به خصوص اونا که قدیمی ترن یا اونا که خیلی مال خود این محله هستن و از جای دیگه ای نیومدن، توریست نیستن، پیش میاد که میان و مثلا من یه چیز میگن من متوجه نمیشم که چی داره میگه، ولی خیلی بهتر از قبل هستم. یعنی یه مثلا چند روز یه بار شاید یه کسی یه چیزی بگه و من فکر کنم که خدایا خب انگلیسی حرف بزن چی داری میگی. قبلا هر روز اتفاق میافتاد، الان خیلی خیلی کمتر شد. درسته، خیلی عملی.